سلام به کانال آموزشی نانسی خوش اومدید لطفا برای دیدن آموزش های بروز و زیبای قلاب بافی با من همراه باشید ممنون میشم اگر کانال را سابسکرایب داشته باشین دکمه زنگوله را فعال کنید تا هیچ یک از آموزش های ما رو از دست ندید آموزش امروزمون هم آموزش بافت این لباس بسیار زیبای بچگانه هست که شما طبق آموزش میتونید برای هر سایزی این لباس رو ببافین بافتش در راحته حتی دوستان مبتدی هم میتونن به راحتی این بافت رو انجام بدن از هر مدل نخی هم شما میتونید استفاده کنید من از نخ رونیکا استفاده میکنم و قلاب شماره دو شما هر نخی رو که انتخاب می کنید باید قلابتون مناسب با نختون باشه بافت ما هم از دور یقه شروع میشه شما ابتدا باید به اندازه دور گردن بچه زنجیره بزنید یا شخص بزرگ سال هیچ فرقی نمیکنه. لباس ما در پشت چاک داره برای اینکه راحت تر تو سر بچه بره و برای بچه ها لباس هایی که یقه باز دارن یعنی یقشون چاک, چاک میخوره بین 72 تا 80 تا زنجیره کافیه سایزی که امروز هم میبافیم سایز یک بچه 6 ماهه هست اما شما با زیاد کردن تعداد پایه ها حین بافت که من براتون توضیح میدم میتونید برای هر سایز این لباس رو ببافیم خب برای شروع بافت گفتیم که باید به اندازه دور گردن زنجیره بزنید اگر بچه باشه که گفتم بین 72 تا 80 تا زنجیره برای بچه ها کافیه اما اگر شخص بزرگسال باشه باید به اندازه یه دوری گردم براش زنجیره بزنید تعدادی زنجیره میزنیم زنجیره ها رو, رو روی سطح صافی میذاریم مترو میزاریم کنارش باید اون تعداد زنجیره برابر باشه با اندازه دوره گردن خب چون لباس برای بچه ها هست من 72 تا زنجیره میزنم خب من زنجیره ها رو زدم هفتاد تا زنجیره دست میذارم روی زنجیره آخر سه تا زنجیره میزنم که یک پایه بلند حساب میشه نخو میندازم پشت قلاب و از همین زنجیره هفتاد دوم یعنی زنجیره چهارم میشه سه تا زنجیره که انتها زدم رها کردم و از زنجیره چهارم یک پایه بلند میزنم به این شکل ابتدای بافت ما دو تا پایه داریم نخوا میندازم پشت قلاب پایه بعدی رو به صورت تکی می و باز توی زنجیره بعدی یک پایه بلند دو تا پایه رو به صورت تکی بافتم و پایه سوم رو به صورت دو تا پایه بلند یا پایه جفتی می یعنی دو تا پایه بلند توی یک خونه باز دو تا پایه رو به صورت تکی می بافم یک و باز زنجیره بعدی یک و الان زنجیره بعدی دو تا پایه بلند می زنم اگر شما خواستیم برای بچه بزرگتر ببافین یک خونه رو به صورت تکی می بافیم و خونه بعدی رو به صورت جفتی اما چون گفتم این سایز یک بچه 6 شیش ماهه هست ما دو تا پایه را به صورت تکی می بافیم و یک پایه را به صورت جفتی رج اول تا انتها این بافت رو ادامه می دیم خب رج اول و تا انتها بافتم دو تا پایه را به صورت تکی بافتم و یک پایه به صورت جفتی که به تعداد پایه های ما اضاف شد گفتن که برای بچه های بزرگتر یک در میون به تعداد پایه های ما اضاف میشه یعنی یک پایه رو به صورت تکی بافیم و یک پایه رو به صورت جفتی یا اینکه دو تا پایه بلند توی یک خونه خب به انتهای رچ که رسیدیم پایه آخر رو که زدم در این قسمت نخو کات میکنم و نخو به ابتدای بافتم دوباره بست میزنم شما به صورت رفت و برگشت هم میتونید ببافین اما من نخو باز به ابتدای رج بست میزنم ابتدای رج برای شروع کارم سه تا زنجیره میزنم که یک پای حساب میشه نخو میندازم پشت قلاب توی رج قبل ما دو تا پایه رو به صورت تکی بافته بودیم یک پایه رو به صورت جفتی الان سه تا پایه رو به صورت تکی میبافم و خونه بعدی رو به صورت جفت پایه بلند یا همون دو تا پایه بلند که بعد از سه تا پایه تکی یک پایه به تعداد پایه های ما اضاف میشه باز سه تا پایه رو به صورت تکی می بافم و پایه بعدیش رو به صورت جفتی در واقع این یک بافت گرد بافی هست که توی هر رج به تعداد پایه های تکی که ما می بافیم اضافه میشه و بعد از اون یک پایه به تعداد کل پایه های ما اضاف میشه ببینید الان سه پایه رو به صورت تکی بافتم و یک پایه رو به صورت جفتی شما اگر رج اول یک در میون به تعداد پایه هاتون اضاف کرده باشین توی رج دوم باید دو تا پایه رو به صورت تکی ببافین یک پایه رو به صورت جفتی خب رج آخر به این شکل میبافیم سه پایه رو تکی و یک پایه رو به صورت جفتی خب بعد از اینکه رج دومم تا انتها بافتم انتهای رج آخرین پایه یک زنجیره میزنم و باز نخوی این قسمت کات میکنم خب باز نخو بست میزنم به ابتدای رج الان این قسمتی هستیم که ما میخواییم این پایه های حبابی رو بزنیم برای این کار با نخ رنگ بعدی ابتدای نخ یک حلقه میزنم به این شکل و این حلقه رو از پایه اول به این شکل ردش میکنن که روی بافت هم بس بخوره باز سه تا زنجیره میزنم برای شروع کارم نخو میندازم به پشت قلاب و الان میخوایم روی پایه هامون پایه حبابی بزنیم روی پایه اول ببینید این گندمی اول به این شکل نخو میگیرم اما نمی بافم باز نخو میندازم پشت قلاب از همین قسمت نخو میگیرم و روی قلاب نگهش میدارم و این کار رو سه بار تکرار میکنم به این شکل الان همه یه نخا رو با هم می بافم. یک پایه یه حبابی زدم. به این شکل. پایه حبابی رو میبندم. باز نخو میندازم به پشت قلاب. یک پایه از پایین رها میشه ببینید این گندمی بعدی رو رها میکنم و روی سر گندمی بعدی باز این پایه حبابی رو میزنم سه بار نخو میگیرم به این شکل و الان همه یه رو با هم میبافم و یک زنجیره میزنم این یک زنجیره در ازای این پایه ای هست که از پایین ما رها میکنیم باز نخو میندازم پشت قلاب یک پایه رها میشه و روی سر پایه بعدی پایه حبابی رو تکرارش میکنم به این شکل و تا انتها این کار رو ادامه میدم خب پایه حبابی ها را زدم به انتهای که رسیدم روی پایه آخر یک پای بلند میزنن که شبیه قسمت اول با سه تا زنجیره شروع شده بود یک پای بلند حساب میشه انتهای رجمون هم باید این پای بلند رو داشته باشین که یقه لباس ما اون قسمتی که از پشت چاک خورده بود این حاشیه بافتمون مرتب باشه خب به انتهای این رجم که رسیدم اینجا یک زنجیره میزنم و باز این قسمت نخو کات میکنم و نخو باز به ابتدای بافتمون بس خب نخوا خب به ابتدای می... رج باز بس زدم برای شروع کارم سه تا زنجیره میزنیم و الان باز توی این قسمت باید به تعداد پایه های ما اضافه بشه ما توی رجی به تعداد پایه هامون اضافه میکنیم که این پایه بلنده رو میبافیم توی رج قبل هر سه تا پایه ای را که به صورت تکی بافتیم یک پایه رو به صورت جفتی بافتیم الان توی این رج باید چهار تا پایه رو به صورت تکیب بافیم و یک پایه را به صورت جفتی و بافت پایه بلند ها توی این رج به این, به این شکل هست که پایه اول که زدیم میرسیم به این پایه حبابی روی سر پایه هبابی یک پایه بلند میزنیم باز این فاصله بین پایه حبابیا پایه بلند میزنیم و باز روی سر حبابی پایه بلند. الان چهار تا پایه. یک. دو. سه. چهار. چهار تا پایه به صورت تکی بافتم. و پایه بعدی باید به صورت جفتی باشه. این فاصله یه بین پایه حبابی دو تا پایه بلند میزنم. یک. و دو. باز چهار تا پایه رو به صورت تکی میبافم. یک. دو. سه چهار و پایه بعدی رو به صورت پایه جفتی یک و دو تا انتها بافت ما به این شکل تکرار میشه باز به انتهای رج که رسیدیم انتهای رج نخو کات میکنیم و باز نخو به ابتدای رجمون بست میزنیم خب این رچ ما باید باز پایه ها بابی بزنیم. دوستان ممنون میشم اگر که برای حمایت از کانال ویدیو رو لایک کنید. چون واقعا برای دیده شدن کانال به حمایت تک تک شما احتیاجه. ممنونم از لطف و مهربونی همه شما. خب توی این رج باز باید بافته حبابی بزنیم دیگه از این بعد بافته ما تکرار هست دوستان یک رج و پای حبابی میزنیم یک رج این پای بلندا که شما به اون اندازه ای که باید بلندی حلقه آسینتون بافته بشه برای هر سایزی این بافت ادامه میدین الان توی این رج ستا زنجیره میزنم روی پایه بعدی پای حبابی ستا نخ از درون پایه میگیرم با هم میبافم یک زنجیره یک پایه رها و روی سر پایه بعدی پایه حبابی و تا انتها این کارو تکرار می تا انتها این رج بافتم نخو کات کردم باز میام نخه رنگ اول به ابتدای بافتم بست میزنم و این رج هم باید به صورت پایه بلند بافته بشه و به تعداد پایه های ما اضافه بشه سه تا زنجیره روی سر این پایه پوفی ما یک پایه میزنیم پایه بعدی وسط این پایه پوفی ها پایه بعدی یک دو سه چهار توی این رج ما باید پنج تا پایه رو به صورت تکی ببافیم و پایه بعدی به صورت پایه جفتی باز پنج تا پایه رو به صورت تکی میبافم یک دو سه چهار پنج و پایه بعدی به صورت پایه جفتی به این شکل تا انتها خب این وجه ششم هم تا انتها بافتم ببینید این یقه لباس ما هست الان به این شکل یقه لباس خودشو داره نشون میده برای بافتن رج هفتم باز به ابتدای رج نخه رنگ بعدی رو بس میزنیم توی این رج باز باید یک رج بافته پفی ببافیم با سه تا زنجیره بافتمون شروع میشه و یک پایه رها میشه روی سر پایه بعدی پایه پفی میزنیم سه بار نخواست درون زنجیره میگیریم و پای پوفی رو میزنیم یک زنجیره و باز یک پای رها و پایه بعدی پای پوفی خب این رجه پای پوفی هم بافتم تا انتها باز نخو انتهای رج کات میکنم و رنگ اول رو به ابتدای رج بست میزنم ته یک دو سه چار پنج شیش هفت هفت رج ما بافتیم ته هفت رج به تعداد پایه هایی را که برای گشادی یقه باید اضافه اضافه شد الان از رج هشتم دیگه ما هیچ پایه ای اضاف نمی کنیم و روی سر هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند می زنیم رو با سه تا زنجیره شروع می کنم و روی سر پایه بوفی یک پایه بلند می زنم. فاصله بین این پای پفی ها یک پای بلند روی سر پای پفی باز یک پای بلند و تا انتها پای بلند رو ادامه میدیم این رج تا انتها می بافم. به انتهای رج هشتم که رسیدم باز نخو کات می کنم و برای بافتن رج نهم نخو به ابتدای رج بست میزنم نه خوب به ابتدای رج بست دادم دیگه ما بافته پای پوفی نداریم و همه رج ها رو با همین رنگ ابتدایی می بافیم. باز هم رج نهم روی سر هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند می زنیم. اگر شما خواستین این لباس رو برای سایز بزرگتر به بافین تعداد رج های این پای پوفی می زنیم و بیشتر می زنید و همچنین تعداد پایه هایی رو که اضاف می کنید توی دو رج دیگه این تعداد اضافه کردن پایه ها رو ادامه میدید. خب روی سر هر کدوم از پایه های یک پایه بلند میزنم رج نهم تا انتها خب من رج نهم هم بافتم یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه نه دو رج بافتم شما باید بافتتون توی این قسمت به اندازه ای ادامه بدین که بلندی حلقه آسین لباستون بافته بشه برای اندازه گرفتن حلقه آسین مترو به این شکل میذاریم روی بافتمون باید این قسمت بلندی حلقه آسین اون بچه‌ای که باشه که ما داریم براش لباس ببافیم حلقه آسین این لباس الان تقریبا 9 سانتی توی این رچ که ما به اندازه بلندی حلقه آسین بافتمون بافته شد ما باید توی این رچ آستینا را جدا کنیم شما برای جدا کردن آستین تعداد پایه ای رو که دارین میشمارین این تعداد پایه رو تقسیم بر چهار میکنین دو تا از این اندازه ها برای آستین یک از این اندازه ها برای جلو و یکی از این اندازه ها برای قسمت پشت میافته. ما توی این رج آستین ها رو جدا میکنیم و همچنین این قسمت انتهایی بافت پشت بافت که چاک لباس ما هست توی این رج من میخوام بست بزنم توی رج نهم باز به انتهای رج که رسیدم توی این قسمت و کات می کنم و باز به ابتدای رج نخو بست می زنم. باز به ابتدای رج نخو بست می زنم. خب من نخو به ابتدای رج بست دادم و این تقسیم بندی انجامش دادم تعداد دونه های ما 160 دونه بود که برای قسمت پشت چهل تا دونه در نظر گرفتم برای قسمت جلو چهل تا و هر کدوم از آستین ها هم هر کدوم چهل تا از این پایه ها در نظر گرفتم قسمت پشت که چاک داره این تعداد دونه ها تقسیم میشه که 20 تا از این دونه ها توی این قسمت میافته و 20 تا از دونه ها قسمت آخر بنابراین من ابتدای رش نخو که بستدم این 20 تا پایه ابتدایی رو میبافم تا اینکه برسم به این اولین خونه ای که با مارکر مشخص کردم روی سر هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند میزنم توی این قسمت این مارکر رو باز میکنم و این پایه آخر که پایه از قسمت پشت هست و می و الان رسیدیم به این تعداد دونه ای رو که ما برای آستین جدا کردیم این تعداد دونه چهل تا دونه هست که ما به این قسمت کاری نداریم و روی این قسمت هیچ بافتی انجام نمیدیم و این گوشه بعدی که باز با مارکر مشخص ما کردیم میذاریم روی این گوشه و این دوتا گوشه رو به همدیگه بست میزنیم. برای گشادی زیر بغل من توی این قسمت پنج تا زنجیره میزنم سه چهار پنج اگر شما هم احساس میکنید که برای زیر بغل باید زنجیره های بیشتری بزنید میتونید زنجیره های بیشتری بزنید خب بعد از اینکه این پنج تا زنجیره رو زدم توی این قسمت این مارکر رو باز میکنم و توی این خونه یک پایه بلند میزنم ببینید این آسین اول از لباس ما هست توی این قسمت آسین ما هیچ بافتی انجام ندادیم و این گوشه بافت رو به همدیگه بست زدیم خب بعد از اینکه این, دو گوشه به همدیگه بست خورد الان میرسیم به این قسمت جلو ما تعداد چهل تا پایه برای قسمت جلو جدا کرده بودن که این تعداد پایه رو, رو روی سر هر کدوم از پایه ها بافت و انجام میدم تا اینکه برسم به این گوشه که باز با مارکر مشخص ما کردم به این قسمت که رسیدم باز این مارکر رو باز می کنم توی این خونه باز آخرین پایه بلند رو میزنم یک دو سه چهار پنج تا زنجیره میزنم و الان باز این قسمت این تعداد پایه ای رو که برای آستین هست رها می کنیم این گوشه بعدی رو به این قسمت قرارش می دیم و باز این خونه ای رو که با مارکر مشخص کردیم توی این خونه یک پایه بلند میزنم که آسین بعدی هم شکل بگیره خب این تعداد پایه رو که در انتها باقی میمونه برای قسمت پشت هست نیمه دوم قسمت پشت این تعداد پایه رو هم میبافم تا انتها خب این تعداد پایه های پشت هم بافتم ببینید الان قسمت پشت هم تعداد دونه هاش کامل شد این قسمت آستین ها که جدا کردیم و قسمت پشت و این هم قسمت جلو خب الان توی این رج میخوام این قسمت به هم دیگه بزنم بزنن که چاک لباس بسته بشه بعد از اینکه پایه آخر رو بافتم ببینید روی این گندمی اول قلاب و فرو میکنم و این قسمت بست میزنم این دو گوشه بافتمون چاک لباس هم به همدیگه بست میخوره خب از این به بعد دیگه ما باید بالاتنه بل... 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 لباسمون یعنی بلندی لباسمون رو تا خط کمر ببافیم به ابتدای که رسیدیم بستو که زدیم ببینید سه تا زنجیره زدم و الان روی سر هر کدوم از زنجیره ها یا پایه های رج قبل یک پایه بلند میزنم خب به این قسمت زیر بغل که رسیدیم ما پنج تا زنجیره برای گشادی زیر بغل زده بودیم روی سر هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند میزنیم دو سه چهار و پنج و الان رسیدیم به این قسمت جلو ببینید قسمت آستین دیگه ببینید این قسمت دیگه بافتی ما انجام نمی بافتو رو میکشیم به این قسمت جلو و لباسمون. بود خب توی این قسمت هم روی سر هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند میزنیم تا و بافتو و ادامه میدیم این قسمت هم زیر بغل روی سر هر کدوم از زنجیره ها یک پایه بلند میزنیم تا برسیم به انتهای رج. ببینید این قسمتی که من آستین رو به هم گرفتم بافت و به صورت پایه بلند روی سر هر کدوم از پایه ها بافت و ادامه میدم تا این بلندی حلقه آستین ما ببخشید بلندی بالاتنه ما بافته بشه بالاتنه هم از سرشونه تا خط کمر باید این بلندی بافته بشه و بعد از اون میرسیم به این قسمت دامن شما این بلندی لباستون رو ببافین با ادامه کار همراه شما هستم خب ببینید دوستان من بلندی بالاتنه لباس رو بافتم الان این قسمت دور کمر 50 سانتی متر هست و بلندی لباس ما تا خط کمر 16 سانتی متر شما به اون اندازه ای که برای هر سایزی می بافین این اندازه رو باید ببافین که بلندی بالاتنه لباس شما بافته بشه یه نکته مهم برای بافتن این مدل اینه که تعداد پایه هایی را که شما این قسمت داریم باید مضرب عدد ده باشه اگر پایه هاتون رو بشمارین اگر پایه های شما مضرب عدد ده نیست این رج هایی که شما بلندی بالاتنه رو می تعداد پایه ها اضاف کنید که تعداد پایه های شما مضرب عدد ده باشه این هم قسمت پشت لباس شاکه لباس گرفته شد که این قسمت دکمه میخوره برای چاک لباس ما خب برای شروع کار برای بافت مدل سه تا زنجیره میزنم ابتدای کار یک پایه بلند حساب میشه و روی پایه بعدی یک پایه بلند میزنم باز پایه بعدی به صورت پایه بلند میبافم ببینید الان سه تا پایه بلند دارم یک دو دو تا زنجیره میزنم نخو میندازم پشت قلاف و روی پایه بعدی یک پایه بلند میزنم به این شکل باز دو تا زنجیره میزنم نخوا میندازم پشت قلاب و سه تا پایه رو باز به صورت پایه بلند میبافم یک دو و سه به این شکل سه تا پایه بلند، دو تا زنجیره، یک پایه بلند، دو تا زنجیره و باز سه تا پایه بلند. توی این قسمت یک دو تا زنجیره میزنم نخو میندازم پشت قلاب و پایه بعدی به صورت پایه پفی میبافم به این شکل توی این پایه سه بار نخو میگیرم و این نخو رو با همدیگه میبافم به این شکل دو تا زنجیره میزنم نخو میندازم پشت قلاب و باز پایه بعدی به صورت پایه پفی میبافم یک دو سه پایه ها رو با هم دیگه میبافم پایه پفی منو رو میبندیم و الان دو تا زنجیره میزنم باز نخو میندازم پشت قلاب و پایه بعدی هم به صورت پایه پفی سه بار نخ رو میگیرم پایه ها رو با هم دیگه یا همه یه نخ رو با هم دیگه میبافم و الان دو تا زنجیره به این شکل یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نو ده ببینید ده تا پایه رو درگیر کرده خب باز این کار رو تکرار میکنیم نخوام این پشت قلاب سه تا پایه ی بعدی رو به صورت پایه بلند میبافم یک دو و سه دو تا زنجیره می‌زنم پایه بعدی باز پایه بلند باز دو تا زنجیره نخو میندازم پشت قلاف و باز پای سه تا پایه بعدی به صورت پایه بلند بافته میشه دو و سه دو تا زنجیره و الان سه تا پایه بعدی به صورت پایه پوفی یعنی باز کار ما بافت ما از ابتدا داره شروع میشه دو تا زنجیره پایه بعدی به صورت پایه پوفی دو تا زنجیره و پایه بعدی باز پایه پوفی و این کار رو باز تکرار میکنیم تا انتها به این شکل میبافیم. خب این رجم تا انتها بافتم ببینید انتهای رج ما بافت ما باید با این پای پفی ها تموم بشه. دو تا زنجیره میزنم و روی پایه اول بست میزنم برای شروع رج بعدی سه تا زنجیره که یک پایه بلند حساب میشه و دو تا پایه بعدی رو به صورت پایه بلند میبافم. یک و این هم پایه بعدی دو تا زنجیره میزنم و الان رسیدیم به این پایه ای که دو طرفش دو تا زنجیره هست این پایه رو تبدیلش میکنیم به سه تا پایه بلند یعنی روی سر این پایه سه تا پایه بلند میزنیم دو و سه به این شکل دو تا زنجیره میزنیم و این تا پایه بلند بعدی رو به صورت پایه بلند میبافیم. روی سر هر کدوم یک پایه بلند میزنیم. یک دو و سه باز این قسمت دو تا زنجیره میزنیم. الان رسیدیم به این پایه های پوفی. دوی رج قبل ما تا پایه پوفی داشتیم. توی این رج یک پایه از این تعداد پای پوفی های ما کم میشه این فاصله اول رها می کنیم و توی فاصله دوم یک پای پوفی می زنیم می بندیم دو تا زنجیره و باز توی فاصله بعدی هم یک پای پوفی یک دو سه سه بار نخو میگیریم و این نخا رو الان با هم دیگه میبافیم. پای پوفی منو میبندیم دو تا زنجیره میزنیم. ببینید به این شکل میشه. تعداد پای پوفی های ما توی این رشت تبدیل شد به دو تا پای پوفی. دو تا زنجیره زدم و باز این کار رو تکرار میکنم. روی این سه تا پای بعدی هر کدوم یک پای بلند میزنم. یک دو سه دو تا زنجیره و این پایه وسط تبدیل میشه به سه تا پایه بلند و سه به این شکل دو تا زنجیره و باز این پایه های بعدی روی سر هر کدوم یک پایه بلند و باز دو تا زنجیره و الان باز رسیدیم به پایه پفی ها این فاصله اول رها میشه و توی فاصله دوم یک پایه پفی میزنیم دو تا زنجیره و توی فاصله بعدی سه بار نخو میگیرم و نخا رو با همدیگه دیگه میبافم دو تا زنجیره و این کار رو تا انتها تکرار میکنم خب رج دومم دو تا انتها بافتم به انتهای رج که رسیدم روی پایه اول باز بست میزنم برای شروع رج سوم باز سه تا زنجیره میزنم و پایه های بعدی رو به صورت پایه بلند می بافم. این پایه ها در واقع این پایه بلند ها بافتشون ثابت هست دو تا زنجیره و الان این سه تا پایه رو تبدیلش میکنم به پنج تا پایه روی پایه اول دو تا پایه بلند میزنم یک و دو پایه وسطو می بافم و پایه آخر رو به صورت دو تا پایه بلند میبافم یک و دو ببینید این ابتدا یک پایه بلند بود رج دوم تبدیل شد به سه تا پایه بلند و رج سوم تبدیل شده به پنج تا پایه بلند دو تا زنجیره میزنم و این سه تا پایه بلند رو به صورت پایه بلند میبافم گفتم این پایه بلند ها بافتش ثابت هست و پایه سوم به این شکل دو تا زنجیره میزنیم و الان این پایه پوفی های ما تبدیل میشه به یک پایه پایه پوفی به این شکل رج اول سه تا پایه داشتیم رج بعدی شد دو تا و الان یک پایه پوفی میزنیم دو تا زنجیره میزنم و باز این کار رو تکرار میکنم این پای بلند ها به صورت پای بلند بافته میشه یک دو و سه دو تا زنجیره و این سه تا پایه گفتم تبدیل میشه به پنج تا پایه پایه های ابتدایی و انتهایی به صورت دو تا پای بلند بافته میشه پایه وسط روی سرش یک پایه بلند میزنم و پایه آخر هم دو تا پایه بلند دو تا زنجیره پایه های بعدی به صورت پایه بلند بافته میشه دو تا زنجیره و توی این قسمت این فاصله یک پای پوفی میزنم دو تا زنجیره و این کار رو تا انتها ادامه میدم خب رج سوم هم تمام شد ببینید ما سه رج از مدل بافتیم خب رج سوم باز به انتهای رج که رسیدم روی سر پایه اول بست میزنم باز کارم رو با سه تا زنجیره شروع میکنم برای شروع رج چهارم باز این پایه ها رو به صورت پایه بلند میبافم دو و این هم سومی دو تا زنجیره میزنم و الان این پنج تا پایه رو ببینید این پایه های وسط پنج تا پایه روی سر هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند میزنم یک، دو، سه، چهار و پنج. دو تا زدن میزنم و این پایه بلند بعدی سه تا پایه بلند رو به صورت پایه بلند میبافم یک دو سه ببینید این پایه بلند های ثابت ما هست که توی هر رج بافتش تکرار میشه این سه تا پایه بلند ها که این پایه های وسط این پنج تا پایه وسط رو داره احاطه میکنه به این شکل خب دو تا زنجیره میزنم و الان رسیدیم روی این پای پوفی توی این قسمت بعد از اینکه این سه این تا پایه رو بافتم اینجا سه تا زنجیره میزنم و یک پایه کوتاه بالای سر این پای پوفیمون با سه تا زنجیره یک دو سه نخو من میندازم پشت قلاب و این سه تا پایه بعدی باز به صورت پایه بلند میبافیم یک دو سه ببینید این پای پوفی ها مونم با این سه تا پای بلند اطرافش احاطه شده به این شکل خب بافتمون تکرار میشه دو تا زنجیره میزنم و روی سر این پنج تا پای بلند هر کدوم یک پای بلند میزنم دو سه چهار و پنج دو تا زنجیره و این پایه بلند ها به صورت پایه بلند می بافم. دو و سه یک دو سه تا زنجیره اینجا می زنم و این سه تا زنجیره رو با پایه کوتاه بست می کنم به روی سر این پایه پفیمون باز سه تا زنجیره و این پایه بلند ها باز به صورت پایه بلند بافته میشه به این شکل ببینید دوستان خب تا انتها این رج چهارم هم به همین شکل بافته میشه خب رج چهارم هم به صورت کامل بافتم الان رسیدم به رج پنجم بس زدم این ستا پایه اول رو به صورت پایه بلند می بافم دو تا زنجیره و الان رسیدیم به این پنج تا پایه وسط ببینید به این قسمت این پنج تا پایه ما باید فاصله بین این پایه ها رو پایه پفی بزنیم فاصله اول سه بار نخو میگیرم و توی این فاصله یک پای پوفی میزنم دو تا زنجیره و باز توی فاصله بعدی سه بار نخو میگیرم یک پای پوفی دو تا زنجیره و توی فاصله بعدی این کار رو تکرار میکنم دو و سه دو تا زنجیره و الان توی این فاصله آخر یک دو سه و این هم پای پوفی آخر دو تا زنجیره ببینید روی این پنج تا پایه وسط چهار تا پای پوفی زدیم فاصله بین هر کدوم از این پایه بلندا یک پای پوفی زدیم خب دو تا زنجیره زدیم این پایه ها به صورت ثابت هست گفتم بافتش که روی سر هر کدوم پایه بلندو میزنیم دو و سه دو تا زنجیره و الان رسیدیم به این پای پوفی های رج قبل ببینید روی این قسمت سه تا زنجیره میزنم و این پایه ها رو رها میکنم کنم هیچ بافت روش انجام نمیشه و میرم روی این اولین پایه از پایه بلند ها پایه بلند میزنم یک دو و سه به این شکل ببینید دوستان به این شکل و این کار رو تکرار می کنم توی این قسمت دو تا زنجیره می زنم توی این فاصله ها بین پای بلند ها باز شروع می کنم به زدن پای پوفی توی هر کدوم از فاصله ها یک پای پوفی می زنم با دو زنجیره فاصله بینش خب این پای پوفی هامون روی سر این پای بلندا زدم دو تا زنجیره و روی سر این پایه بلند ها که سه تا پایه بلند هست و پایه بلند و بفتش تکرار می کنم خب توی این قسمت یک دو سه تا زنجیره می زنم و این بافت هیچ بافتی روش انجام نمیگیره نخو میندازم پشت قلاب و میرم روی سر این پایه بلند ها و این سه تا پایه بلند رو به صورت پایه بلند می و تا انتها این کار تکرار میشه رج پنجم به این شکل تا انتها میبافیم خب رج پنجم تا انتها بافتم و الان روی پایه اول بست میزنم به این شکل خب الان من میخوام رجه ششم رو شروع کنم در واقع رجه ششم تکرار رجه اول هست یعنی بافت ما از اول داره تکرار میشه برای شروع رج ششم سه تا زنجیره دو تا پایه بعدی رو به صورت پایه بلند میبافم به این شکل دو تا زنجیره میزنم و این فاصله اول رها میشه و این فاصله بعدی یک پایه پوفی میزنم یعنی توی این رج تعداد پوفی های ما تبدیل میشه به ست تا پای پوفی ما از ابتدای رج بافت مدل رو که شروع کردیم از این بافت شروع کردیم یعنی از این پوفی های ما شروع کرده بودیم در واقع پوفی های ما از چهار شروع میشه ولی ما از پوفی های شروع کرده بودیم خب این چهار تا پوفی تبدیل شد به سه تا پوفی دو تا زنجیره میزنیم و این فاصله رها میشه و روی این سه تا پایه بلند هر کدوم یک پایه بلند میزنیم دو و سه دو تا زنجیره الان ببینید توی این فاصله این سه تا زنجیره رو که زده بودیم و روی سر این پایه پوفی ها. گفتیم هیچ بافتی انجام نمیدیم توی این قسمت یک پایه بلند میزنم دو تا زنجیره و باز روی این سر پایه بلند ها پایه بلند که سه تا پایه بلند هست در واقع داره از رج اول بافت ما تکرار میشه باز دو تا زنجیره میزنم توی این قسمت این فاصله اول رها میشه توی فاصله بعدی سه تا زنجیره یک پای پوفی میزنم دو تا زنجیره فاصله بعدی دو و سه دو تا زنجیره و فاصله بعدی دو و سه دو تا زنجیره و باز این فاصله رها میشه و روی سر این سه تا پایه بلند هر کدوم یک پایه بلند میزنم دو تا زنجیره و الان توی این فاصله یک پایه بلند میزنم دو تا زنجیره و روی سر سه تا پایه بلند بعدی هر کدوم یک پایه بلند میزنم دو تا زنجیره و این کار رو تا انتها تکرار میکنم خب رج ششم تا انتها بافتم و الان رسیدم به رجه هفتم در واقع ما داریم از ابتدا داریم باز بافت و تکرار میکنیم رج ششم تکرار رج اول بود رج هفتم تکرار رج دوم هست این سه تا پایه اول به صورت پایه بلند بافته میشه و دو یک دو دو تا زنجیره میزنم این فاصله رها میشه و الان ما توی رج قبل سه تا پایه پوفی داشتیم توی این رج باید تبدیلش کنیم به دو تا پایه پوفی یه این فاصله یک پای پوفی میزنم دو تا زنجیره و میرم توی فاصله بعدی باز یک پای پوفی دو تا زنجیره ببینید پای پوفی های ما الان تبدیل شد به دو تا پای پوفی یعنی تکرار رج دوم هست خب روی این پایه بلند ها ما پایه بلند میزنیم یک دو و سه دو تا زنجیره و الان روی سر این تک پایه ما سه تا پایه بلند میزنیم یعنی این تک پایه ما تبدیل میشه به سه تا پایه بلند دو تا زنجیره میزنیم و این سه تا پایه بلند بعدی هم به صورت پایه بلند میبافیم خب دیگه این پنج رج رو ما تا جایی ادامه میدیم که بلندی لباس ما بافته بشه از این به بعد دیگه بافت ما تکرار هست ببینید ما این هر کدوم از این گل ها تا پنج رج بافته میشه که برای شما توضیح دادم خب این پنج رج رو شما تکرار میکنید تا به بلندی لباستون برسیم بلندی دامن لباس برسیم خب دوستان من دامن لباس رو به اون اندازه مورد نظرم بافتم شما این پنج رج رو که برای شما توضیح دادم تکرارش میکنید تا به بلندی دامنتون برسیم برای این بافته هاشیه لباسمون بعد از اینکه این رج آخر رو بافتین نخ رنگ دوم رو روی لباستون بست میزنید و سه تا زنجیره و این سه تا زنجیره رو روی پایه بعدی با پایه کوتاه بست می کنید با سه تا زنجیره می دو سه و روی پایه بعدی با پایه کوتاه بست می زنید و این کار رو تا انتهای لباستون تکرارش می کنید با سه تا زنجیره می زنم و توی این فاصله با پایه کوتاه بستیم به این شکل شما این حاشیه زیبا رو برای لباستون دارید خب این قسمت چاک لباس که دکمه میخوره و این گل های روز زیبا هم که آموزشش توی کانال هست میتونید آموزشش رو ببینید و برای لباستون این روزهای زیبا رو برای تزینش ببافید و این کلاه زیبا که کلاه ساده از بالای سر شروع شده با گردبافی که روش بافت گردبافی باز هم توی کانال هست و این رجها رو من با پایه حبابی زدم به این شکل میتونید شما یه ست زیبا برای کوچولوهای نازتون داشته باشین امیدوارم که از آموزش امروز هم راضی باشین ببافین و از بافتش لذت ببرین اگر حین بافت با مشکلی مواجه شدین کامنت بذارین با کمال میل پاسخگوی شما هستم ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودین همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم